ما بالاتر از این صحبت های احمد محمود هستند. آقای محفوظ در یک شش ماهی که من میدانم که آقای اینمی نادری نستو پودریک توهین میکنه برای ما و بدر تا این زمان چرا خاموش بود؟ چرا امروز صدا بلند کرد؟ چرا یک شش ماه پیش هم اقدام نکرد؟ خب ما میدانیم برادر هر کس میخواه که با یک نحو اینجا بیا مطرب ساز خود حتما گفتراش کم شده و دیدگاه وطندارای ما دمی آخرای که کارای میکنه و مستقیم غیر مستقیم اون یک دیدار خب میبینم ما کور نیستیم برادر. اما خواهش ما از وطندارا از تاجیکای عزیز ما این است به مانند آقای نستوی نادری یا آقای محفوظ و دیگرای که هستند به اینا نه سرشان ساب کنین، نه حرفای از اونا را جدی بگیرین. اینا فقط یک انسان هایی هستن که فقط میخوان جلب توجه دیگرها را با خود داشته باشین، اگه آدم های تشنی قدرت. اما صحبت های نادری را خود شما پوست کردین چطور میزنن در میز؟ برای میزنی چه خواهی دست میشه؟ شما خب از ولایت پنشیر، ما از ولایت بغلان و لسوالی اندراب، مرا چه قبخ شده مشناسی؟ و ما تقریبا 8 سال شده، بالای 8 سال هستم میشناسیم. آیا یاد داری که من خدای نخواسته کدام روز به نام پنشیری بودن کدام برنامه داشتم از آدرس پنشیر حرف زده باشم یا از آدرس بغلان یا از آدرس زادگاه خودم؟ و این ترس آقای فروتن اینم یک تعداد که کوچک اندیش هستن اینم ترس درک نمیکنم برادر عزیز. اونا را بان بال خودشان. اگر ما پیش همچه صحبت های پیش پای افتیده همچه انسان های لچکی که خودتان میدانیم برنامه رو برادر، خب ما میبینند همه میبینند. اگر پشت از اینا ما بگردیم و اینا را سوژه قرار بدیم و اینا را ما ارتقابتیم از کارهای خانگی خود ما میمانیم عزیزم. بگذار اینا را چی که میگن بگن اینا جفنگوی هستن خواه هستن خود اللای وای از اونا ما میبینیم برادر. توهین میشد یک تعداد بالا میارن بدر رو میخوان خواهر مادر هیچ چیزی برای کس نمیمونن. از اون تون سونه چی و چی گلا در قربان چم حیفت نکنه وقت تای دسر ازم چون سونه مصرف میکنی. قسم به خدا قسم دوست ندارم یک دانه کالری را سر نه نادری مصرف ما میکنم نه من مانند از تا پودری دیگه که یک چی نام داری محفوظ. اینا برادر اینا چیز مزخرف چرند دیگه چیزی ندارن. اما یا خواهش میکنم از تاجیکای عزیز ما که در آلمان هست خواهش من اینی میسر شما او برادر در دست سر ما خود چادر نیست در دست ما خینه نیست او برادر. اینی می اگه ما در آلمان باشم قسم با موزات پاک یکتا اگه این نادری را گیر کنم هم باسنش پلونش نکشم در باسن از این کت کمربندم نزنم والله گخبانم. اما من نمیدانم چرا وطندارای ما اینجا خاموش نشستن. او برادر شش ماه زیاد نهایتا شش ماه زندان. اما از این بدتر که نمیشه یک چند روپای مثال جریمه میشه امور دوستا و وطندارا جمع میکنن بیادر برات میفرستن. خب ویدو دارم مثال مدار مثال ما بیادر چی دارم چنان داره مطرک دارم به اندازه کافی که چقدر توهین تحقیر ما را کرده. جوان ما یک بار در لایوهای قدیم نرفتن یک تا از ایراد تا بالا رفتن با یک تعیین تکلیف کردن. خب گفتیم خواهش کردیم نکو. هم آلی هم زمانش رسیده برادر میگه از آب کس سر بپره چی یک نیزه چی سب نیزه اونجا دیگه لازم نیست ما گذشت کنیم. برادر تا که توهین در شهید ما میشه دوستا برهان الدین میشه و در قهرمان ملی میشه و در شهیده ما که از 30 سال به این طرف توهین میشه و برادر دم یک پودری زیر پل هست چرا ما نتانیم نگیریم؟ سپاس برامیس بزرگوار به شما برمیگردیم. سلطانی سیب و آقای سرشار هم خوش آمدید میگیم. درود سلطانی سیب مجدد بفرمایید. درود بر شما درود بر برامیس سیب درود بر سباون درود بر سرشار درود بر عزیزایی که در پایین لایف هستن درود بر تمامتان. واقعا رنج میبریادم دشمن کار داده گلول ما مونده هم کار داشته میگه یک ذره پیش بریم گردن ما را از تن ما جدا میکنه ما درگیری چی گپای هستیم. جناب فروتن عزیز من از خود سپاسگزار هستم تشکری میکنم دیگه از امروزه که بیان رفتی طبعا یک تعداد دوستات بر دلایلی که میشه سعی کنه که صفی که واقعا استوار و محکم در برابر لنگشوی طالبا و طالب و طالب پرست است باز یک تعداد مردم جایگاه خود پیدا نکردم سکندر و یگانه یا کستن یا دستی دست پنشیر نیستن یا بخاطر من بخاطر بنف خود و ادبی تیک تاک پیداگری که دارن نام پنشیر را پیش گرفتن یا چی وقت ما نام پنشیر را پیش گرفتیم بزرگوار؟ خب با نمی گپای ما تکمیل شوه
ما از خودت بسیار خواهش میکنم که ما شما گپ کلانتر داریم، دشمن بسیار خطرناک داریم، سرزمین ما زیر پای دشمن لگنمال شده، عزت ما، آبروی ما، شرف ما به خدا اگه او دشمن تو ربانه که تو پنجشیری هستی، شمالی هستی، بدخشی هستی، کابلی هستی، بر از او مهم نیست، بر از او زبان تو مهم است، رای تو، اهداف تو، آرمان تو، اینمو بر از او مهم است که تو را از زمین خاک گم میکنه. چرا تو وقت خود سر زمین کارا صرف کنی؟ تو یک آدمی هستی که دمی 8 سال 9 سال با تمام مردم زدی، حتی ما در بسیار جا که تو مخالف دیدگاهت بودیم، اما تو دلایل خود داشتیم، هم دلایل خود داشتم، تو مسیر خود رفتیم، من مسیر خود رفتم، هیچ وقت خدای نخواسته بین ما شما کنم که پنا بده. من میگم که اگر قرار به این باشه که ما یک بخشی از برادران پشتون محکوم به این کنیم که ما شما گپ قومی و سمتی دارین، ما با شما نیستیم، پس ما چرا این کار میکنیم؟ پس ما اگر تشخیص بدیم که رای احمد شاه مسعود تنها کاپیسا و پروان و تخار و بدخشان بود، اونم را میگیم، ولی رای احمد شاه مسعود تمام افغانستان بود، رای احمد شاه مسعود به خاطر اراضی بود، رای احمد شاه مسعود تو عموکم است، تو کاکایم است نبود. احمد شاه مسعود یک بچه تخاری به نام جنرال داوود آورد، نفر خاص خود قرار داد. در شمالی یک نفر به نام مولانا سید خیل، یکقدر که اعتماد به او داشت، آدمای بسیار بزرگ در شمالی بود، اونو تو یک آدم بود. احمد شاه مسعود یک کس دیگر از ولایت غورد عمر در کنار خود در مقامت قرار داد که هم قمندان صاحب ابراهیمی بود که میگه فقط تلفنی که تا عمر صاحب صحبت کرده بود، اون رقم یک آدم بود. احمد شاه مسعود قاری رحمت الله از ولایت قندوز اون یک نفر بود که فرزندش چند وقت پیش بر کنار شد، سخنگوی جواب بود، اون رقم یک انسان بزرگ بود. احمد شاه مسعود، احمد شاه مسعود، احمد شاه مسعود، احمد شاه مسعود یک کسی بود که امروز یک میراث بسیار بزرگی را جا ماند. متاسفانه کسایی که خود در راه و آرمان عمر صاحب میدانه، 1% هم نرفتم این جمله ماها که دعا میکنیم. من میگم او آدم اینقدر بزرگ بود، یک نفر گفت که شما چه احساس میکنید آقای سلطانی که 15 تا خط پیش پشانی عمر صاحب بود، کلگش به خاطر طالب و روسا بود؟ ما گفتیم شک نکنه. گفت کلگش به خاطر کسایی بود که نافرمانی میکرد، هم توارش بود، هم زبانش بود، کاری را میکرد که عمر صاحب رنج میداد. حالی که ما فکر میکنیم یک تعداد مردم دنبال چی است، یا میگم مرد باش یا نوکر مرد. ما میگم که همین احمد فریدی فروتن از دنیای مجازی ور میداریم، همین محفوظ هم یاریم سر خط استاد میکنیم، چی گپ برای گفتن، برای پیام، برای مردم، برای دشمن مسعود دارن. من نمیخوایم که امروز خدای نخواسته بیایم که طرفداری از تو کنم، او را محکوم کنم. ما طرفداری به حق میکنیم. یک آدمی که وقت خدا میذاره، ناموسش دو میخوره، قومش دو میخوره، زبانش دو میخوره، در دنیای مجازی چیزی نیست که با دستش نگه، در لایف نیست که نام احمد فریدی فروتن نباشه، ولی کسی مر شود در لایف احمد فریدی فروتن، سر احمد شاه مسعود و استاد ربانی و پنجشیر و تخار و بدخشان که کسایی که برحق استاد شده دنکجی کنه، استوار استاد میشه. شما خو یک روز به خاطر 3000 رو میرین یک بوکس تیک تاک دایر میکنین، یک روز به خاطر یک دختر کار دیگه میکنین، 4 روز دیگه یک کار دیگه را میکنین، مسیرتان هم گپ نیست، دیگه گپا خبر هم ندارین، درک هم ندارین، نمیفهمین که چی است. بانین که احمد فرید فروتن کار خدا بکنه، ما هم کار خدا بکنیم، سباون هم کار خدا بکنه، آقای برامی هم کار خدا بکنه، هر کس به اندازه توان خود کار خدا بکنه. هیچ کس که دعا نکرده که من سخنگو هستم. یک مایی که 2 دان عکس با احمد مسعود گرفتیم، بارا به ما آدرس دو خوردیم، دشنام خوردیم، فلان خوردیم، حسادت کردیم. من میگم در 20 سال اگر می بدبختی و بیچارگی را می بزرگای شمالی، تخار، بدخشان، قندوز، کل می حوزه ما اگر یک دیگه خود تحمل میکردن، تخریب نمیکردن، امروز ما با می حالت بدیم نبودیم، با خدا نبودیم. حالی که در دنیای مجازی یک تعداد مردم 10 سال و 11 سال و 5 سال در برابر غولایی که هیچ باور به برادری نداشت استاد شدن، چرا حسادت کنیم؟ حالی که مقاومت شده، همه یک شبه مقاومتی شده، همه احمد شاه مسعودی شده، همه بالاخره احمد مسعودی شده، همه در برابر بیاین، اگر شدین خانه تان آباد، لاقل بندازی توانتان گپ بزنید، بندازی کارکردتان گپ بزنید. تخریب و تخریب کاری کردن به خدا کار مردانگی نیست، با خوراک کار شیوه مردانگی نیست، نباید کارا رو بکنن. من میگم که اگر واقعا هم آقای رئیس پل سوخته گپ برای گفتن داره، اگر همه شما مسعود تخریب میکنه، اگر پنشیر تخریب میکنه، اگر تاجیک تخریب میکنه، من خود چلنج هم دادم به حضور تو در واسه هم کتش گپ هم زدیم، بیا ما کتش بحث میکنم، بیا کتش بحث میکنم، مردم میبینه که ما چی میگم و چی میگم. اینجا یک تعداد گپای دیگه است، یک تعداد کسا تحمل از این نداره که چرا احمد فریدی فروتن
که اگر دیروز یک سرگپای را در رابطه با برادران پشتون داشت، اما هیچ وقت برادران پشتون در دو دشنام نزد، نقدش کرد. ما هم در قسمت نقد به جا طرفدارش بدیم. امی بیرقی که در پشت ما است، کسی جرأت میکرد که با می بیرق در ملایف آقای فروتن ظاهر شود؟ و گپ خود داشت. ولی امی آدم از همه چیز گذشت، گفت فعلا مسیر ما، کشور ما زیر پای پاکستانی است. بریم استاد شویم، مبارزه کنیم. به جای که بیا سر شانید بزنه، میاد تخریب و تخریب کاری را میکنه. ما از خودت خواهش میکنم، مثل یک برادر، مثل یک هموطن، مثل یک کسی که ای سال با هم دیگه صحبت میکنیم، گپ میزنیم، ما میگم ما شما گپ کلانتر داریم. اگر اینا خود به زمین بزنه، تک تک کنه، کت نادری و کمسالش، احمد فرید فروتن یک ذره از شخصیتش، از کارش بالاخره کاهش پیدا نمیکنه و افزایش هم پیدا میکنه. شما ببینید که از روزی که تو رفتی پیش احمد مسعود پس آمدی، اگر اینا به خلوت تنهایی خود یک شعور سیاسی داشته باشه، میگه که یعنی مال این آدم خو عزت ماست، افتخار ماست، در گذشته هم بود، اما مخالف یک سر گپاش بدیم. کنام همی وطندار شمالی یا می قندوزی یا همو کسی که داد میزنه، همو که بازی میکنه که در برابر یعنی دنکجا استوار استاد شده، همی احمد فرید فروتن بوده که استاد شده، با سند و ثبوت استاد شده. اما احمد فرید فروتن یک شب احمد فرید فروتن نشده. احمد فرید فروتن 215 دقیقه 3 ساعت پیش احمد مسعود کل گپای خود از زد، انتقادش هم شنو، درد دل خودم گفت، گپای خودم گفت، در آخر گفت که یعنی مسیری را که احمد شاه مسعود رفته، ما با اون مسیر باور دارم، در بعضی جاها ما را مجبور ساختن که ما این گپا را زدیم. پس جواب عمر جوانم بالاخره قانع کننده بود. اون خودش از من نیاز نیست که در لایف بگیم، دلایلش هم نیست که قبول کرد. در وقت آخرم که در بیرون آمد، اون ویدیوش هم برآمد که اونم دشمنا آمد، یک ماه عکس احمد فرید فروتن در لایفا بود، چند نفر پنشیری که دعا میکنه در دنیای مجازی است آمد، از عکس احمد مسعود از رضای سلطانی از آقای احمد فرید فروتن دفاع کرد، برعکس لایف گرفتن، گفتن دیدی گپ ما شد که دشمن همسو شدن. گفت که دیگه تکرار نشه برادر عزیز، دشمن ما دشمن خطرناک است، اینجا پشتون و ازبک از آره نمیشناسه. احمد فرید فروتن گفت باشه چشم. با وجودی که و 10000 تا و دشنام کامنت به کامنت ها ما میریم میبینیم که مردم میته، تو به جایی که بیای سرشانه احمد فرید فروتن بزنی در کنارش استاد شوی، دستیسه و دست بازی، به جایی که کسی که آقای احمد شاه مسعود رایش آرمانش به یک مسیر دیگه میبره، میای ایالات جلی خراسان جور میکنه، او را حمایت میکنی، ولی رضای سلطانی که به خاطر همون مسیر دو میخوره، دشنام میخوره، بالاخره کامنت بعد با آدرسش میتی، پس ما میرم کش چی میکنم، پیگیری میکنم که اینمی اکانت خوب، بالاخره می اکانت یا فیسبوک است یا توییتر است یا این خو هست ابتوار ما است، این خو مرا عمق میگه، این خو سر شانه ما میزد دیروز، چطور رفتم این کامنت داده، چرا تخریب میکنی؟ من میگم که برادر بزرگوار، راه را اشتباه رفتین، به خدا قسم دشمن چقدر با برنامه کار میکنه. در لایفا برین سنگ باش یا میشی یا مردم، از بسته که ما را توهین میکنه، از بسته که برای ما چیزایی رو میگه 1% قابل قبول برای ما نیست، تو هم شیشتی بین دشمن ها بالاخره دسته میکنه که آب سر بالا بسته کنه. نکنین بدیاز خدا، این کار کار غلط است، این کار کار اشتباهی است. ما از خودت هم خواهش میکنم که سری یک تعداد کسایی که همین صف میاد کجا هستن، صف دختر با صف چهارر صف دوز با صف مقاومت هم سو نمیشه، بیخی کمی فرزندی احمد شاه مسعود باشه دور از احمد مسعود، بیخی که برادر احمد شاه مسعود باشه، محفوظ تاتو یا محفوظ دنبه تمام کمایش این است اشخاص را بیاره سر پایین بگیره کونه بالا به ادبی مفت گوز بزنه و یک چیز از برنامه این می آدم احمق کنه. من میگم که آقای فروتن در اون پنشیر 100 نفر 200 نفر طالب در سر شلیک میکرد، دمو شب و روزی 2 تا را پیدا کرده بود هر دقیقه به ادبی مفت گوز. اینمی رئیس گوز حالا اومده میگه فروتن از نام پنشیر سوء استفاده کرده. او بیادم اول خوب اینمی مردم ها چرا از نام پنشیر استفاده میکنه؟ اول اصلا چند نفر پنشیری که سرش به تنش میارزه به مون مسیر باور داره، میفهمه که اینمی پنشیر افتخار کل است، اینمی افغانستان پنشیر افتخار میدانه، پایان پنشیری هم افغانستان افتخار خود میدانه، کل مردم به نام پنشیر و مقاومت و جهاد استاد شده، به خاطر پنشیری استاد نشده، به خاطر یک مسیر استاد شده، یک مسیری که در سال 1352 یک نفر به نام احمد شاه مسعود در 22 سالگی عمر خود را صرف کرد. او دیگه نگم از پنشیر هستم، او گفت من به این سرزمین هستم، ما دانشگاه خود اعلام میکنم، تاریخ رقم میزنم. ما به خاطر از او استاد شدیم،
سپاس هزاران پلیس بزرگوار برمیگردیم به شما آقای سرشار و بچه پنجشیر هم خوش آمدید میگیم. با پوزش سرشار آقای فروتن من کوتاه بس با پایین میرم، آقای نجیب الله رو بالا بیارین. من درست یک اشاره کنم، 72 تا 72 تا پنجشیری در اونجا شهید شد و وطندارای ما در اندراب در کوه ها دفن شد و بعدر یک تعداد هم میدیدیم اینجا. خب شاید است مرا در یاد آوردی، اما او روز فراموش نمیشه، حق میشه در ذهن آدم. یک تعداد اینجا خنده و ریشخندی و گوز تا بالا میزدن. اونجا شخص خود ما کار برای یک هفته تعطیل کرده بودم که عزاداری کنم که نمیتونستم سر کار برم از دستی که سر ما تاثیر کرده بود. اما امروز اینا چطور میان مدافع مردم ما میشن؟ آقای فروتن هر کسی میگه، هر وطندار پنشیری ما میگه غلط میکنه، کتی حرف زدنش رای تحقیقت داره، مبارزه با واقعیت است، صدای مردم مظلوم واسی هدامه بته. از پنشیری هایی که خیلی خیلی سنگ پنشیری رو در سینه میکوبن، شما ها پنشیری تر هستین، افتخار ماستین، نور چشم ماستین. به هیچ دانکج اجنبی لابالی حق پدر مادر اجازه نتین. ما دیدگاه همه را دیدیم و لایوای دیگر را دیدیم، سر وطندارای ما چه قسم روش خندی میکنن. امروز چه تو شدین اینا صدا بلند کردین؟ و برادر برمو شخص چی؟ خوب میکنی برادر، خوب میکنی، در کنار تو وطندارای ما هستن، از حقیقت همیشه گفتی و دفاع کردی. سپاس از شما هم وطنان عزیز، ما ورزش میکنم، قربان شما که اینجا با هم بودیم. ما پایین میرم جهان، سپاس بابت صحبت هایتان. سرشار شیف بزرگوار برامی هم سلام امی سلام سرشار امی بچه پنشیر جا. اگر کوتاه نوبت بتیم اینام داخل معترض جایی شاید برن. گپ نیست فروتن عزیز، ما خواستم گفتم برامی اما که باشه ما پایین میرم یک دقیقه اگه وقت باشه که حال مشکل نیست، ما هستم، گپ نیست. بعد از سرشار عزیز هستم. خوب است بفرمایید سرشار بزرگوار. درود و عرض ادب خدمت خودش ما فروتن عزیز، سباون گرامی، سلطانی عزیز، بچه پنشیری و دوستک در پایین لایف هستن. ما واقعا دیشب یک کوتاه بسارم و لایف دیدم که البته با نستای پودری مسئول پل سوخته جربس داشتن و زیاد پنشیری ستیزی میکردم. این محفوظ البته زیادتر پنشیری ستیزی میکرد که ما محفوظ نه پنشیری میگیم نه بعد از یک انسان حال و سالم میگیم، یک انسان فهاش که شب و روز میبینیم چهار تا اونمو در دفعه بسیار ما فاشه ها را میاره و سر اون نامکشی میکنه. پس او به حد ما شما نیست که ما اگر در اون پنشیر در هندراب ها بدخشان در جنگ ها در طول با گذاشت منزید سال دیدیم که شما چقدر جوانان خود چقدر جوانان خود ما دست دادیم و آمدیم ششتیم و صدا بلند کردیم و این انسان کثیف و همثال در لایفش از همیشه جز فحاشی دیگه کار برنامه ندارن، یک روز حاضر نشد که یک همدردی با مردم پنشیر بالخصوص با مردم با بچه های جبهه مقاومت بکنه، بلکه اونمو تمسخر و رشخندی و خیلی خندی فقط بیننده جمع کردن و نامکشیش اونمو شکل است. میم سرازی که امروز ما مبارزه ما تازه کانه است، مبارزه ما یک دقیقه سک نیست میزنه، یک دقیقه میبینی سک بالا میشه روی از او، در حالی که یک دشمن احمد شاه مسعود تالت تا تصویر احمد شاه مسعود کدام ایوانی دستات نکردن. اینمی گوساله در چهره دوست بدبختانه در این مقابل چشم تمام ما و شما این کار مکررن انجام میده. بله دقیقا به شکلی که نستوی پودری مسئول پل سوخته توهینی که ای کرد به عمر صاحب، توهینی که امی فعلا که عکس عمر صاحب تتو کرد در بازیشت، این توهین بزرگه و ناگفته نمونه. دشمنان سرزمین همیشه به قهرمان ملی توهین کردند که سوان اشاره رساند که ما همیشه یاد کردیم که با گذشت نزدیک به دو سال بارها رفتن قبر عمر صاحب لگدمال کردن و پنجرش شکستاندن، اخ دل خود بالاخره کشیدن و امروز شبانه روزی میان لایف میان عکس قهرمان ملی میگذارن و توهین تحقیر به آدرسش میکنن. قهرمان ملی کسی نیست که اگر دشمنا یا افغان به در پای لای بشنه، اگر خوب گفت خوب شوه، اگر بد گفت بد شوه. او جایگاهش در دل مردم و سرزمین حتی دنیا در باره قضاوت کرده، کشورهای دنیا در بارش حتی کتاب نوشته، او جایگاهش در قلب تک تک ما مردم است.
ما یک تعداد مردمایی که می محله گرایی میکنن گویا قهرمان ملی احمد چای مسعود که مربوط به یک جا میشه و همیشه میان مثلا یک محل دامن میزنن، ما برخلاف ازی هستیم، در دهنشان میکوبیم. دشمن ما واضح و آشکار است که امروز من تو را سلاخی میکنن، تمرکز بالای دشمن ندارن. گفتنی به دیگه اینمی محفوظ در گذشته به خاطر که جلب توجه بیننده را داشته باشه مخاطبین یا شنونده هایی را نسبت به خود مجذوب بسازه، زنا را میورد در اتاقش، بعد او در گردن از این دست منداخت، بوتل شراب در دستش. بدبختانه در یکی از ویدیوهاش میبینیم که یک نفر دیگه هم یک مرد ازارش کشیدگی. اون رو میدونه این شب ما در این کانال هم گذاشتیم دوستا، در این لایوش وقتی برین ببینین امو ویدیو هم میبینین. این آدمی که رئیس روسپی خانه بود آل به سیاست رو آورده، بعد میاد میگه فروتن از نام پنجشیر استفاده میکنه، هم فکرای فروتن از نام پنجشیر استفاده میکنه، در حالی که در فطرت ما نیست. و برادر وقتی یک آدم میاد در برابر طرفداری بشکه زرد در برابر طالب والی انتقاد داره، به معنای از این نیست که ما زمینه فاحشی را به قهرمان ملی مساعد میکنیم. یه حرفی درست نیست. دقیقا فرودای گرامی، دو سا گپ بزنم و بعد هم بازم سلام. سپاس بچه پنجشیر بزرگوار و آقای طوفان از جمع طالب والی را هم در برنامه داریم. بچه پنجشیر بفرمایید بزرگوار. آقای طوفان آرام نمیمونید دیگه. فروتن عزیز، به خودت و آقای سباون سلطانی صاحب سرشار و ای اوغان خدا کنه جور صحت سلامت باشین. فروتن عزیز و ما دیگه کدام گفتنی ندارم هیچ، هم گفتنی من میست که فروتن عزیز خودت به ای گپا خدا مشغول نساس. خودت گفته سلطانی صاحب دیگه دوستا بیشتر یک کسی هستی که مبارز ما هستی و همه در قلب کل ما جای داری، در قلب کلو ما جای داری و ما خودم این احمد بلخی پیشورید گفته که ما در مقابل چندین نفر در مقابل دیگران خیستیم از دفاع کردیم و دفاع میکنم. ای که اکسی اگر بزرد یا نزد اگر به ای گپا بیادر. بچه پنجشیر بزرگوار، برادر ما هستی، سلامتی تا آرزو است، ولی ای که یک تیداد هموطنهای ما بفهمد که هیچگاه ما از کدام ولایت سوء استفاده نکردیم، از نام قهرمان ملی، از تصویر قهرمان ملی، از پرچم قهرمان ملی سوء استفاده نکردیم. معترض شدیم تا هموطنهای ما آگاه شود که این آدمی که تتو زده تصویر قهرمان ملی را حتی به اون تصویر احترام نمیگذاره، هر دقیقه در روی از او سگ بالا میکنه، که در حال دشمنای احمد شاه مسعود عملی که این در برابر احمد شاه مسعود میکنه زیر نام دوست اونا نکردن، امونا به همین شکل نکردن. اگر میکردن ما هم در برابر بزرگای از اونا سکوت نمیکردیم، عینی کارا میکردیم، عینی کارا. ولی ای که ما بعضی اوقات از روی ناگزیری یا همفکریای ما آمدن در برابر بزرگای دیگرا هم بعضی حرفا داشتن، اونا وقتی به قهرمانی ملی استاد شهید پروفسور استاد ربانی به قوم تاجک و داها القاب زشت و گندکی دادن، ما هم آمدیم که بدر خب اگر تو اینی القاب همیتی خودت کی هستی؟ رهبرت بگو کی هست؟ ملا عمر؟ گلبدین؟ عبدالرحمن؟ کی؟ بگو برای من. آل اینی آدم به خاطر که اونمو مردم خوش بسازه بعد میاد از پاچی خود ما میگیره. ما یک کلمه گب میزنم دمیجه یک دقیقه. آقای فروتن میفهمی چرا محفوظی گب زده؟ سیکو میگن از قهرمان ملی شما کلتان دفاع میکنن، دل محفوظ درد کده قهرمان ملی عکسش ده کموت مردم مندازه با سر شاو مندازه. یک دقیقه جگر تو گپ با گوش بگی، تو با بین خود هستی، گپ با گوش بگی، گپ با گوش بگی. بیزار گپ بزنه، بیزار ببن بچه پنشیر گپ بزنه. ایت نامک زارم تاوغان ما دا بین خود هستیم، با توی مربوط نه نه تو دا بین ما بیای شر اندازی کنی شاو. گپ با گوش بگی، گپ با گوش بگی، گپ با گوش کن، گپ گوش که اوغان تر نوبت از ماس، نوبت از ماس کن، نوبت از ماس کن، گپ بزن گپ. این خانه زیر خیمه نیست، ملک از اوغان از اون بیرق معلوم داره، این زیر خیمه نیست. او خواب خیال او خواب خیال به گور ببری خیره، ای گپ با تیر میشه با دست اوغان بچه میگه، ای خواب خیال به گور ببری.
فروتن عزیز ما از فیض به ثبوت ملک از ما از حق داری که بگویی پدر از پدر کلانایت مملکه در تان مکلت دستتان خلاص مشکل نیست یک نفر که در مسافرخانه بیشه و تیر کنه صبح که بره باز شکایت میکنه که مسافرخانه اشپش داشت مشکل نیست بگوی ما صاحب خانه هستیم جواب هستیم به درست هست که اشپش داشت با ناموس طبقی آقای فروتن این موضوع بس باز میره یک طرف دیگه آقای توفان آقای توفان آقای توفان در 20 سال آقای توفان کوتا و بعد نوبت هم یک نظر در مورد توفان بتم در 20 سال کدام پاکستانی را شاهد نبودیم که کدام دختر اوغان را گرفته باشه و یک هموطن اوغان ما دلزده از دیوران او طرف کده باشه بله حالی بله. که طالب در افغانستان 100% میگیره یک دقیقه بحث شما سیکو یک دقیقه بحث شما فروتن بحث تو سیاسی بوده تو در کجا رفتی بعد از بچه پنج سر نوبت دست خب بازم دوستان عزیزان فروتن عزیز سباون عزیز سلطانی عزیز یک گپ جدی نگیرین مافو سر بد کرد یا نکرد همه تا نور دیده ما هستین ما همه تا احترام داریم همه تا افتخار ما هستین ایت سگایی که در بین میایه یا هیچ وقت اجازه نتین که از اینمی حالت از اینمی خودت از دیو بده فروتن اینو توهین میکنن نسل تا سگ بسته اونو مزیر خیمه به جوان عزیز گپ خوب نیست خواهشان بگه فروتن عزیز فروتن همونو نیار بلا دیگه دیدیم و هستین به همه تا جان سپاس بچه پنچیر کس زینی ما را یوست کردن رو میتونم ما تاجک هستیم به منافع تاجک ها کار میکنیم بله فروتن عزیز بله محلگران نبودیم نیستم و ما را به اندرابی و پنشیری و شمالوال و بدخشی دشمن ها میخواهند تقسیم بکنن که انشالله در این مرامشان نمیرسن قربانت فروتن عزیز خودت سباون عزیز سلطانی همه دوستا سرشار کابل کلتان نوری دیده ماست نیگه پار جدی نگیرین فروتن عزیز خودت میفهمی که اگه آدم سگ گفت است گفت برش بزنی و این گپا را میزنه اگه او آدم خوب میبود و به این را ایج وقت نمیرفت لطفا دیگه اینی تا آدم ها از بین ما استفاده نکنه او روز به ساشیوان بسیاری آدم بهترام میکرد حالا میخواست که بیادر اما تو چیز کنم و برش اجازه ندادم همه تا نور دیده ماست این موفقیت آرزوی همه تا سبت کامگار باشی بچه پنشیر بزرگوار البته یک چیز آقای فروتن میگم با این کارهای را که با این کارا و برنامه را که اوغان را اندازی میکنه که یک نفر از آدرس پنشیر میاره و به یک شکل تحریکش میکنه که در مقابل هموطنهای خود بتازه با این کارهایتان درز در بین ولایت تاجک نشین ایجاد کرده نمیتانین این را متوجه باشین که امروز موضوع برنامه محفوظ سعیدی است هدف ما خدای نخواستن وطنهای پنچیر ما نیست فقط به اونمو یک تعداد کسایی که دمی شب روز من متوجه بودم که آقای فروتن دیشب خودم شخصا لایف گذاشتم که یک تعداد وطندارای ما نمیفهم پنچیر هستن واقعا از پنچیر هستن یا از نام پنچیر استفاده میکنن در بعضی از لایف های اوغانا میرن نام میگیرن که سباون فروتن فلانی و فلانی و فلانی یکی که امروز آمده از آدرس ما صحبت میکنه این نام مربوط ما نیستن و لطف بکنن که دیگه از امی آدرس ما پنشیری ها صحبت نکنن حتی دیشب امرای ما چند بار به تماس شدن و یک چیز دیگه رم که آقای فروتن ما یادواری میکنم یک تعداد دوستا متاسفانه وقتی که ما آقای فروتن بالای محفوظ نقد میکنیم یا بالای نستو نقد میکنیم باید از اول از خودم شروع بکنیم یک تعداد دوستا نمیفهم متاسفانه در صفات اجتماعی دقیقا عین کار پیش میبرند با یک چند تصویر که در نشست ویانه با احمد مسعود یا در گذشته گرفتن در پروفایل های خود ماندن اینا هم به عین شکل بعض مبارزین تخریب میکنن صحبت های میکنه که تاثیر منفی روی ذهنشان میداشته باشه که همینجا خوب است آقای سلطانی هم در لایف هستن باید این موضوع را در حضورشان یادآوری بکنم آقای سلطانی از روزی که من خودم شخصا در صفات اجتماعی آمده ایم یک سال پیش کاملا یک دیدگاه و تفکر دیگه داشتیم خدا با افتخار افغانم میگفتم زد جبه مقاومتم بودم اونمو بیرق را خودت در کنارت ماندی از قلب دوست داشتیم اما مرا مجبور ساختن بالاخره بارهای موضوع را تکرار کردیم که هر انسان اشتباه میکنه در خلای معلوماتی قرار میداشته باشه اما مردانه یک بار که آمدم از مردم از تاجیکای خود معذرت خواهی کردم دیگه مثل یک تعداد مردمی که شب یک چیز میگن صبح دیگه چیز چاش دیگه چیز راه و مسیر خود هر بار تغییر ندادیم اما من متوجه هستم آقای سلطانی شما نمیفهم بعضی از لایف های شما را میبینم بعضی از صحبت هایتان را میبینم
به یک شکل در صفحات اجتماعی خود نمیفهم نماینده یا سخنگوی جبهه مقاومت به مردم معرفی کردین که ما باید امروز از شما بپرسم که آیا شما آقای سبان از آدرس جبهه مقاومت صحبت میکنین؟ چون آقای فروتن یک کوتا تمام شد و ببینین چند وقت پیش یکی از این دوستای شما که همراه شما همیشه می بودن بعضی از ویدیو را نشر کردند که فلانی و فلانی نمیفهم جاسوس های طالب هستند، اینا به ضد جبهه مقاومت قصدن کار میکنن و در کوشش تخریب مقاومت هستند. ما آقای سلطانی نه یک روز در زندگی در تیک تاک نامدیم خود سخنگوی نماینده جبهه مقاومت معرفی نکردیم. هستن یک تعداد مردم که صحبت های ما را از لایف ریکارد میکنن، در کنارش عکس احمد مسعود میمانن، او کار خودش است. حتی یک تعدادشان فکر میکنن که دهن کرایی هستین و فلان هستین و بسمدان هستین. ما از شما یک خواهش میکنم، لطفا اگر ایالات متحده خراسان است، اگر یک شخص یک دیدگاه و تفکر دیگه داره، شما حداقل به خود می اجازه را نتین که بیاین بگوین اینا مربوط مقاومت نمیشن. ما آمی و هواخای جبهه مقاومت هستیم، ما کدام عضویت از او جبهه مقاومت نداریم و هیچ گاه هم از آدرس مقاومت ما صحبت نمیکنیم. سپاس آقای سباون. اما دوستان سوی تفاهم نشده باشه، آقای عمر سوال یک نوع قسمی بود که انتقاد داشتین سر سلطانی. سلطانی هیچ گاه سخنگوی هم خود ایدانه نشده جواب بگویم. با درود بر خودت مجدد، امو که با محمد بسیار خوشحال هستیم. دیگه آقای سباون نکته خوب را اشاره کرد، ما ای پیام دادیم بازم میتیم شای سب چند نفر سعی میکنم هر کسی که گپ قومی سمتی زبانی لسانی بزنه مربوط جبهه مقاومت نیست، مربوط خودش است، گپ شخصیش است، هیچ کس مانعش هم شده نمیتونن، نه محمود، نه کلبی، نه من، نه کس دیگه. ما می وظیفه ما است، یعنی آقای نکوش در پایین پیام میتن که بالا برن بگپ ما یک گپ زدیم بازم میزنیم و هیچ وقت ما نامدم شخصی را نام گرفته باشیم که آقای عمر سباون یا مثلا احمد فرید فروتن یا کس دیگه. اینی گپ زدم پای گپ خود هستم، آدرسم مردم دادیم، تاجیکستان میری کتی دستم، مشهد میری کتی دستم، متحدین امی مقاومت که در بیرون است بازم من کتیده هستم که هر شخصی که با پل برق گریخته آمده در اروپا، فیسبوکش هم جعلی، تویترش هم جعلی، اینستاگرامش هم جعلی، بیاد یک سر چیزا را بگه با چهار نفر پشتون امور دسته و جور کنه بیاره به که این نفرای مقاومت است، ما اینکه برات کردیم. این یک، ای که من تصاویر از احمد مسعود گرفتم حقم است، تو هم حقت است، فردا کسی تو نمیتونه مانع شود. یادگار عمر صاحب شهید است، هر کس میتونه برای کنار شخص بگیره. اما با سراتن میگم من که از اعضای جبهه مقاومت هستم، یک از اعضایش هستم، نه عالی 20 سال گذشته من به اینا تعهد کردم هستم، این گپ پت و پنام نمیزنم. اون احمد فریدی فروتن خودش میفهمه چی گپ است. من ادعا ندارم، هیچ وقت ادعا نمیکنم، اینم تو هم اعضای جبهه هستی، اینم کامبیز هم است، هر کس به اندازه توان خود یک کاری را میکنه. اما من یک زین با دو کن حرکت نمی کنم، من هم ایالات متحده خراسان جور میکنم، هم که کالتو زکلی اوغان میزنم، هم طرفدار مقاومت هستم، هیچ جور نمیادم مسیر احمد شاه مسعود هیچ جای ایگه پا گفتیم میگیم بازم گفتیم، هر کس دیدگاهش است، ولی کسی که ایالات متحده خراسان داره ما مانی کار ازو شده نمیتنیم. آقا تفکرش است، دیدگاهش است، رایش است، اما در مسیر مقاومت خدا نچسبانه. مقاومت مسعود مقاومت توری نیست که هم شهید میشی هم غازی میشی هم سوی سلامت در خانه خود میری. امی کنام منطق گفته که لاغل 10 میلیون پشتون در افغانستان زندگی میکنه، یعنی لاغل 10 میلیون، 8 میلیون هست یعنی زیاد بگیم ولی در کلمه کتی کالتوس نزدنم، خب لاغل همی 8-10 میلیون ها در تیاره بار میکنی، در دریا مندازی که با ایالات متحده خراسان جور میکنی. بیا با منطق صحبت کنیم. ما که آقای فایق مشکل ندارم، آقای فایق با تفکرش من مشکل دارم، بحث هم میکنم کتش. آقای فایق ما بسیار احترام کردیم، احترامش هم داریم، امو که ماست، قوم ماست، وطندار ماست، آقا مبارزه میکنه، تفکر داره، دیدگاه داره، یک تعداد جمع کرده کار خوب میکنه. اما اگر قرار به این باشه که پشتونا با زور نماینده مقاومت بچه پشتونی که یک مکتب نرفته او را در علیه مقاومت تحریک کنه، چهار تا سیاسیونی که لاغل یک نیم نگاه داره زین از دورم آقای فارق میگم فایق بشوره که نه، این افکار احمد شاه مسعود و بازماندهش و فرزندش اینی است، در کل اینا هستن که طرفدار مقاومت هستن، این گپ غلط است. ایرا گفتیم بازم میگم، ما نگفتیم که من نماینده مقاومت هستم، یکم جای گفتیم، یکم جای پیام ما را دیدی.
اما یک بس این نیست، یک تعداد حال مقامتی شدن، حال عمق شدن، حال احمد مسعود با اونا شدن، احمد شاه مسعود قوم مدران شدن، باید به یک طریق من تو رو بزنن به هر طریقی که میشه. آقا کی هستی تو؟ من میگم مسعود متعلق تمام مردم است. در زمان من نگفتیم و حال به سراتن میگم، اگر من نماینده مقامتم باشم، نه پکول ماندیم، نه دستمال ماندیم، نه کسی را دو زدیم، نه دشنام زدیم، حتی آوغانم خطاب شدم، ناقلم خطاب شدم، دلایفم پایین انداخته شدیم، گفتی اینی گپا را نزن، کار بدی نکردیم. وای به کسایی که ادعا داره که پشو که بعد از صف اول استاد میشیم، اونا بیان جواب بدن. این که دلیل نمیشه که اگر رضای سلطانی میاد قاتل استاد میشه یک گپی را میزنه حتما همه کاره جبه است. من کی هستم؟ من یک انسان هستم، احمد مسعود هم یک انسان هست، رویش برای ما مهم است، تفکرش برای ما مهم است. حالی به جایی که ما دشمن را بزنیم، اول باید احمد فرید فروتن را بزنیم، رضای سلطانی را بزنیم، فلانی را بزنیم که زمینه برای ما مساعد شد. خب کار کنین، زحمت بکشین، تلاش کنین. گپ قومی ده یک و نیم سال تو ده گپ کاپیسا و پروان نبرم، با تو ادعا میکنی فروتن رضای سلطانی را بزنی، باز تو ادعا رضای سلطانی ادعا کنه که فلانی را بزنه. ما در دور جایی که آقای فایق انتقاد کردیم در لایف فروتن بودن، وقتی که احمد مسعود ولنگار هست، وقتی که احمد مسعود کی هست، وقتی که احمد مسعود با روسپی میشینه، مسیر ما که تو جداست. وقتی که سر بیرق ما تو بیرق گوندا میکشی، مسیر ما برای تو جداست. وقتی که سر سرود ما تو میری آهنگ تایر شوا میکشی، من که تو مخالفت دارم. سلامت باشی سلطانی سر. اما مخالفت دیدگاه دارم. و یک چیز میشه دوستا اضافه کنم، یک تعداد دوستا مانع شدن، من یک مستند کوتاه غیر قابل انکار تیار ساختیم تا به هنوز برنامه نگرفتیم در مورد فایق است. فایق چندین جای مستند دروغ گفته و مستند هر کس که درم یک جای یک کاری بکنه، عاجل یک اعلامیه در تویتر خود میزنه، میگه بخش خارجه ایالات متحده خراسان فلان کی. بعد ما اتفاقی را شاهد میباشیم مثل آقای ملک پنشیری، بعد میگه بدر من مکتب خانه تعلق به احمد شاه مسعود هستم، هیچ گونه ارتباطی با ایالات متحده خراسان نداشتیم. آقای فایق قرآن چی در تویترش نوشته کرده از خردی و کوچکی و عماقت خودش بوده. این یه چیزا مستند است، مستند. ما اینمی را در حال غنامندی هستیم. اگر در مرایلای بعدی آقای فایق دست از امی کارا نکشه، باز میم در موردش مستند حضور پیدا میکنیم، مثل که در مورد اینه ای آدم امشب آمدم که او برادر اینمی محفوظ از آدرس توس خود معرفی کرده، مطرح ساخته و مخاطبین برای خود جمع کرده. اینمی امشب به خدا پلی کردیم برای ببینم وطنا زنکت دوستایش در گردن محفوظ است، مردکی دیگه هم ازارش کشیدگی این زمان دم یک اتاق. شما چی فکر میکنید؟ این تصویرم اوسو میمانیم. خب گذشته محفوظ خواهمیت یک آدم بوده، حالا که تصویر قهرمان ملی را دست شانش زده و میگه به قهرمان ملی احترام میگذارم، حداقل برم سگ خود اجازه نده که دمو لایف امو روی تصویر بلیسه یا پایان شوا و بالا شوا سر تصویر. اینمی بی‌حرمتی را در برابر احمد شاه مسعود تا هنوز دشمنش نکرده، ولی محفوظ بدبختانه این کارا میکنن. آقای کامبز دیدگاهش هم میشناسیم و از جنرال آقای اوندوکش هم در برنامه آمدنش خوش آمدید میگیم، بعد از آقای کامبز از اوندوکش سه میشنویم، بعد آقای سرشار و همیتو دوستا. بفرمایید آقای کامبز بزرگوار. درود بر شما. من میخوام اول در مورد محفوظ یک دو گپ بزنم. این است که وقتی که نسرین نادری هم جایگاهش در تیک تاک از زد زد، جا در جای اتاق فکری هم آنوز در کار شد و محفوظ روان کردن در لایف ازو که بعضی گپ ها آقای کامبز همیتو یک چیز اشاره میتونم، یک چیز کوتاه. نظر به اطلاع منبع، وقتی نسرین نادری بعد از فاشی در برابر اشرف غنی احمدزی و دکتر نجیب، هوادارا و حامیایش که همیشه گفت میزدن ناراحت شدن، بالای از این فشار آوردن که گفتی پشتون خط سرخ نداره، آلی از شاه امان الله و احمد شای عبدالی بگید دیگه به ما یک چیزی درست بگو. این آدم روی فشار آمد گفت که ای با حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی از اینا هم کرده پیش آقای نستوم قدمتر برنامه گرفت گپ زد. طالب ها ناراحت شدن، این گپ نستو کفر تلقی شد. از چدرومی که نستو با طالب حضور داشت، از چدروم نستو را بیرون انداختن. نستو احساساتی شد، بعد از احساساتی شب دیگه با بوتل شراب آمد
هم شراب خود زد، هم هیچ چیز برای قهرمان ملی نمان و هیچ چیز به خودش نمان و در مقطع پایینی هم مثل شامپانزا در سینه خود کوبید. ویدوهش باز برآمد، ای هم یک توین بزرگ برای بزرگوار پرتب نادری بود. و ای ویدوهای از ای وقتی فردا آقای نستون متوجه شد که بد را بدتر کرده، دیگه آغوش طالب برش بسته شده، آل بانه گرفته رایست واقعیتهای عینی جامعه را در مورد طالب میگه. من مطمئن هستم که بعد از ای نستو چند برابر شاید در برابر طالب استادگی داشته باشم. آل بفرمایین بزرگوار. به هر صورت بالاخره نستو نستوی قدیم نیست، نستوی که میخواست افغانستان مسیحیت روش نکنه و حکومت کفری نباشه، امروز اونو بختارش در دستش هست و شراب میدونه و زن و فرزندش هم در کشور سکولاریزم یعنی آلمان، جایی که همجنسگرها حق دارن با هم دیگه ازدواج بکنن زندگی میکنن، یعنی طفلایش هم زیر همین چادر. به هر صورت ما با اونو کار نداریم. در قسمت دیگه میفهمی اگه اشاره داشتم، چون کسی که پرچم قومی در پشت سرش بونه اسما نیست، ما نه مقاومتی رو حساب میکنیم و نه از خود او را میلانیم. و سیومی که ما ایالات متحده خراسان از خود برنامه داره و دنبال از نمیگرده که در تیک تاک ما را چی میگه، نام بوبوی کسی را میگیره، نام خوار کسی را میگیره، کسی را دشنام میتن. ما برنامه داریم، برای خدا پیش میریم. اگر برنامه بعضی می کنایه را کم آدم اصلاح بکنه، نه برای خودم اجازه نمیتونم که خدای نخواسته نام مخفی بوبو یک آدم را آله خود در تصویر ایالات متحده خراسان خوشبختانه کلان نوشته از فاطمه. اگر من میایم میگم بدر نام زن را نوشته کردیم، کار درست نیست، مردم از استفاده سو میکنه، نباید فایق نوشته میکردی که بچه فاطمه هستی. این دیگه من را دلقاب نزنید، این زمینه را خودی وادم مساعد کرده. اجازه باشه، اجازه باشه. چرا نام پدرش را نگرفتیم؟ یعنی ما زن ستیز هستیم. نه، سیگم نبوده، یعنی هر دویش ما گرفتیم، هر دویش را. کل ما مادر داریم، کل ما اسم مادر داریم، هیچ فرقی نمیکنه. تو نام مادر مادر ما رو میتونه بگیریم، افتخار میکنم که فرزند یک خانم است. کسی که در تذکیرهای متمدن دنیا نه نام مادر است نه نام پدر. ما تذکیره خود میکنن، باز من رقابتشون با فرهنگ اوغانوالی یا قرون وسطایی خود کاری درست نیست. فروتن جان، نام مادر ما به تذکیره فرزانی نابسته است، این اقرار میکنم. آه برادر، تو خود مختلی تذکیره نیستی، ما مختلی مختلیش انتقاد داریم که در وقت مشوره داده بودیم. خیلی خوشحال هستم که در شناسنامه که از خراسان داشتم نامش نبود، ولی افتخار میکنم که در شناسنامه خراسان نام مادرم است. خیلی هم احترامش، خیلی هم برام زحمت کشیده. به هر صورت و چهارمی که بعضی ها که من لایف میزنن میگن که یک تعداد جوانای احساساتی رو فایق بود زده، من یک جوانی هستم که نه 18 سم نه 17 سم نه احساساتی هستم. دوستان مبارزه مرا میفهمن، میدونن که در گذشته چه کار کردم و فعلا چه کار میکنم. یعنی من کسی نیستم که بازی بخوام. آقای بعد خودت میگم آقای رضا سلطانی، واقعا وقتی شما میگی جوانای احساساتی، یعنی ما هم در اون جمع هستیم، کسایی در اونجا هستن که حالا ما نمیخوایم بگیم ما بهتر تر از دوستا نیستن دیگه، ما خوشم نمیاد، ولی خب باید دادم حد خود بفهمم. درست است که شما میخواین به این صحبت بکنید، مخالفت میکنید، ولی میبینید که ما با شما کار نداریم، نامتون رو نمیگیریم، لایف سرتون رو نمیگیریم، توهینتون رو نمیکنیم، تحقیرتون رو نمیکنیم، ولی هر روز روی برنامه ما صحبت میکنید. بین از خود برنامه بسازید، روی برنامه خود صحبت میکنید. ما خراسانی هستیم، رای ما رو دوام بدیم، با شما کار نداریم. نه، وقتی ما مثلا میایم میگیم برادر اینمی مثل که ملک ادا کرد القاب گوناگون یا از آدرس بخش نظامی ایالات متحده خراسانی چیزای خیالی را مطرح کرده، جنبه حقیقت نتین کار دیگرا را، مگر خود یک انتقاد است برادر. اگر گوش کردن گوش میکنن، اگر نکردن بالاخره ماسکشان پایین میفته، مردم میفهمه که اینا دروغ میگن. میخوای درباره جبهه مقاومت ما بگویم چه خیالی داره؟ میخوایم کمی بحث باز کنیم؟ برادر عزیز، برادر عزیز، برادر عزیز، اجازه بدید. جبهه مقاومت بالای 500 تا جوان شهید. اجازه بدید. وقتی که ما کار نداریم، اجازه بدید. متحد خراسان یعنی کی؟ فروتن، سعی کن نکو، اگر خیال بازی باشه، از چیزایی که ما بخوایم در خب یه مقایسه نمیشه. سپاس. نگو، نه، برای قطع نکو، درست برنامه ایت است. وقتی که انتقاد میکنی بشنه، ولی من این کار نمیکنم. شعور سیاسی باید اندازه هست که من خود تخریب نکنم. این را باید بدانید. مبارزه میکنید، اشتاق بکنید، راست بکنید. ما چی کردیم؟ با ایالات متحده خراسان مقایسه کردن مثل ما بدر زمین را با آسمان. ای چی رقم گپی؟ خب گپی درست نیست. کار ایالات متحده خراسان که در 3 سال جبهه مقاومتت نکرده. بفرما. کدام؟ آقای سلطانی یک نظر. کدام؟ یک نظر. یک نظر.
جمع باشه، تقریبا 3 سال نوبت از به نوبت نشما هم تو هر بزرگ یک تو دو باشه. جمع کردن نتونستی یک برنامه نداشتید. ببین اجازه نده که ما روی زمین صحبت کنیم. نه صحبت کنید. شما میخواید بیشتر صحبت بکنید. کامبیز نه. بین صحبت های آقای کامبیز نبیاین یادداشت بگیرین اگر مشکل پیش بود. کامبیز بعد از کامبیز اون دو کسی بزرگوار نظرش هم شنوین من قلم ها بگیرم. کامبیز نه که در این مورد صحبت نمیکنم. تو خیال نداشته باشی که من ادامه بتم. من یک اشاره برتون دادم که خواهشان به ما غرض نگیرید. خود اصلاح بکنید، راه خود اصلاح بکنید، اشتباهی که داشتید اونو ببینید. بزرگوار کامبیز به خدای ترام داره من شخصی فایق بچه‌هایی که در ایالات متحده خراسان زحمت میکشن کار میکنن در برابر دشمنای ما کوتاه نمیایند شعار شمشیرگونه دارن قابل احترام است جایش مردمه که چشم است ولی این رمل انداز بزرگ که مثلا از ملک بیچاره یک اتهام وارد کرد که بخش خارجی ایالات متحده خراسان مقیم انوفر آلمان بعد او بدر مصاحبه داد که بدر این مرده که نمیشناسم خدای ایره خراب کنه این اینی گپای از این باعث شد که این دیوانه بیاید باد برای احمد مسعود زن فرزنده او بزنه. سپاس آقای فروتن یک چیز فقط خواهشان میگم یک لحظه کوتاه بسیار با بخشش باش البته این برنامه خودتان است شما من و برنامه تان دیدم حالا بگذاریم که بعد سبون جان امی اون دو کسی انتظار نماند نه مهربانی باز مرا بعد از آقای اندکوش کوتاه فقط اجازه بدیم خوب است اونا سرشار هم است حتما به جرم اینجور آمد میکنیم آقای سلام خدمت بزرگوار بفرمایید درود عزیزانی که حضور دارن عزیزای همیشه در صحنه ما فقط میخوایم کوتا در دو مورد صحبت بکنم فروتن صاحب گرامی رفع زحمت میکنم بفرمایید اول برنامه شما را احترام میکنم دیگه چیز است یکی در مورد همین آدمی که تصویرش در بالای چپ خودت است که فرق تفاوت از این خودت سباون گرامی سرشار عزیز سلطانی صاحب کامبیز خودت که حداقل 12 سال میشه میتونه کدام طمع و کدام چیز شخصی مبارزه میکنی فقط مسیر مبارزت عدالت اجتماعی است مبارزت حق است مبارزت مساوات است مبارزت برادر به خاطر بی‌عدالتی جنایت و تراژدی که در او سرزمین در طول تاریخ و تا امروز جریان داره این حال اول خب ما مستقیم رو در رو نقد میکنم این نمی آدم سیال خودت نیست فروتنسه یک آدم بی سواد یک آدم بی خبر از خود یک کسی که خود نمیشناسه یک کسی که از گذشته خود واقف نیست یک کسی که تمام دار ندارش با اراجیف گویی با چند نفر آدم هم مفکوری خودش از وساعت ها من اونجا شما برنامه های از او را همگی دیده که توهین بالای مجموع جغرافی های او سرزمین است چی بالای مردش چی بالای زنش چی بالای طفلش چی بالای پیر و جوانش همی کسایی را که می آورد و امو برنامه بسیار معذرت می خواهیم بسیار با بزرگواری کسایی که شنونده هستند برنامه باد شکم یکی از برنامه هایش بود باد شکم بود با ماها و دوام ادامه داشت و هر روز یک دختر در اونجا به عنوان سلبریتی معرفی می شد در برنامه ازی فقط نمایش تن برهنه دخترها بود و ما شاهد بودیم که بجز از فحشا بجز از بد و رد گفتن بجز از مردم گمراه ساختن چیز دیگه را ما در چیز از یاقا نیافتیم در نهایت آل باز چیزش رسیده به 300 و 400 و 500 همین بیننده هایش این چیزها را انجام میده که بیا دوباره هم تعداد بیننده هایش به چیز برسانه به 1000 برسانه که 1000 گل اضافه شوه یا و غیره و غیره این یک مورد در مورد از این آقایی که معلوم نیست کی است اصلا هیچ شناخته نمیشه دوم در مورد همین آدمی که شما میبینین که ما مقوله داریم که زمان به چیز پر شد بارود باز
سویچ میشه، انفجار میشه. یک آدمی که آن روز بارود پر میشه، چیز بسیار واضحش بوتل مشروبش است. بوتل پول مشروبش برش میرسه، پول سایر فرش که او چیز شکایت کرده بود طفلش برش میرسه. گدا از گدا، یک گدایی که هر کسی بتونه پول خوبتر برش بده او صدایش میشه. شما بعد از این خواهش ما ای است که مزدور، مزدور که تفاله خودتان است، تفاله است، تفاله مزدور هدف قرار ندین. در پشت مزدور فکره که در پشت مزدور ای را تغذیه میکنه و مزدور وادار میسازه که همون قسمی که پیشتر شما اشاره داشتین نقد داشت بالای دکتر نجیب و اشرف غنی، با فردایش به خاطر تسعه و اشتباهی را که انجام داده بود در حالت ناخوش، در حالت غیر نرمال آمد تشبیه کرد چهار خلیفه مبارک اسلام. خب او تشبیه کرد، ما تشبیه نمی کنیم، با دو نفر انسانای معمولیه که مانند میلیاردها انسان دیگه در روی زمین که حیات دارن و از دنیا رفتن. بنابراین نظر من این است که دوستی از او آدم بسته بکنه. او عاشق همی است که در موردش صحبت شود. او شخصیت نمایشی مثل امید خراسانی دارد. شیفته خود است. فقط سر زبان باشه، بازی با الفاظ یاد داره. او علاقمند همی است که در هر جای در موردش بحث شود، در موردش صحبت شود. هر چی که در موردش صحبت شود، شهرت کاذب و جرأت مزدور منشانه از او و امثال از او بالا شده میره. نظر من این است که اگر هدف قرار میگیره، فکری که در عقب ازی است و این آدم چیز میکنه. ما شاهد هستیم که وقتی که به ناموس یک قبیله مستقیم میتازه، میگه که فلانتان اینی قسم میکنم اگر چیز به 400 هزار نرسانین تعداد بیننده ها را، شما ببینین و اونمو 400 هزار نفر، ببخشین 4 هزار نفر، تقریبا 3 هزارش گل بالاش چیز میکنه، در سرش میندازه و تشویقش میکنه. اینمی خودش بیانگر از این است که این آدم اول خب قطعا چیز فکری خود از دست داده. یک آدمی که 7 سال متواتر با هیولایی به گفته خودش سر و چار بوده، او به 70 سال دیگه هم حالت اولی خود به دست نمیاره. بعد از این مرد بزرگ چی در مورد از این آدمه که مزخرف چیز که در تصویرش ماندی امثال از این، و چی از این آدم مزدور که شب روز خدمت سراج الدین حقانی و ایبت الله است و اونا را چیز خطاب میکنه، فرشته های زمین. خب سخنگوی داره، سخنگوی وزارت داخل هم معلوم میشه که چیز است، از امی نو تعیین شده که ما مصاحبه کوتاه شدیدیم در یک دقیقه 7 بار از چیز پاکستان یاد میکنه، میگه که ما در پاکستان درس خواندیم، در پاکستان تحصیلات عالی ما داشتیم، در پاکستانی کردیم، در یک دقیقه 7 بار نام پاکستان میگه. خب فرق بین اون سخنگویی که در داخل وزارت داخله است و اینی آدمی که از پشت سر تغذیه میشه و تمویل میشه هیچ وجود نداره. هر چی که عکس العمل باشه و اونم قدر چیزش بالا میره، اما مزدش بالا میره. اما اگر چی که طرفدار از این هستیم که چاره شوه با از این که چاره خودش و از فامیلش، ولی یک آدمی که شخصیت نداره و فش، اما با چیز بسیار زیبای شما که اما روزه به پدر و مادر خود فحاشی میکنه، عزیز یاتر دیگه به نظرم اید در موردش صحبت نکنه. و یک خواهش دیگه از شما دارم جناب فروتن صاحب که سخنگوی گروهک تروریستی جبار و قاتل طالب در یک مورد بسیار مهم صحبت کرده، بافت های قومی را در موردش چیز داشته، مصاحبه داشته. یک اینجا ما اول خود او سرزمین ما اکثریت قطعا نداریم، اکثریت نداریم،
و اگر داشته باشیم هم قبیله سخنگوی گروه تروریستی در سیوم و چهارم احتمالا برسه. خواست و خواهش ما از شما ای است که یک برنامه ویژه در این رابطه هم بگیریم که این گروه بدون شک اندوکش بزرگوار همی امشب عرفای همی دیشب همی آدم ما را کم ناراحت ساخت و بالاخره قرار به این بود که باید یک کوتاه معذرت بخواید. وقت متوجه شدیم که ای هم ترفند است، باز ما ناگزیر شدیم که ای برنامه را داشته باشیم. اگر نه او حرفایی که آقای ملا مجاهد صحبت کردن و یک بار دیگه بدون سرشماری یا ایسایه مردم افغانستان نظام طالب را پشتونی بودنش اکثریت خواندن قوم اوغان گفتن، این یک جفای بزرگی بود که در این ارتباط ما همه خواستم برنامه داشته باشم. بدبختانه مسیری ما را این شبی نایوز کردن. قسمی که شما در بین حرفایتان پیشنهاداتی داشتین، انشالله این برنامه آخیر و اول و آخر در مورد یادم خواد بود. ما اگر این آدم دست کدام به لجاجت نزنه که باعث یک بار دیگه خدشدار ساختن ذهنیت ما نباشم، من دیگه برنامه ندارم. اصلا شخص در مورد همی شخص من رفع زحمت میکنم. یک عالم سپاس، تشکر که وقت دادین. سبز و کامگار باشین بزرگوار. سلامتی تان آرزو است. خود کمت خود نه عزیز. اگه یک دقیقه من وقت بدی باز میرم پایین. نه باش من کار دارم. نوبت از سرشان. نه باز من بشنم. هر چی گفت که باز بگو دیگه. نه من چیز نمیگم. من کوتا میشم. من باز دیر خودت میخوام کسی گفت بزنم. به سر گفت بزنم. ببینین دوستان عزیز، به قسمی که مبارزش به شکل گوناگون پیش میره، اما ما هیچگاه نگفتیم که ما عضو جبهه مقاومت هستیم. اگر قرار باشه بگه عضو جبهه مقاومت، فعلا که خودم برادرم امخونم در جبهه مقاومت است. یگانه کسی در سوشال میدیا کسی باشه که سرشار و کابل بیا بگه ما عضو جبهه مقاومت هستم و در جبهه مقاومت خود را میبینم. اما ما اید گاینا نیامدیم همچو حلفاظ استفاده نکنیم. آقای سرسارم یک چیزی استفاده نشد، شاید یک تیدا دوستا احساس بکنن که می خدای نخواسته آقای سلطانی دروغ میگه. او برادر اینمی سلطانی زوی جبه مقامت هست رسمن. ببینه. اما ما به خاطر از این میگم امی گپ خوب نیاز نیست. چی نیاز است که ما باشم نباشم؟ چون سخنگوی نیست ولی ازویت داره. امی یک چیزی واقعیت است. قبول. درست است. نه یعنی ما نزنیم ازنیمت پایین و برادر. ببین فروتن گرامی، هر کس شیوه خودش، هر کس مبارزه خودش، ایت کس نمیتونه بیاد مثلا بگوید شما گویا به این شیوه این تو نکنید مثلا قمپرسیر دامن نزید. ما قمپرسیر دامن نمیزنیم. ما وقتی که میم کتله بنامی اوغان یاد میکنیم در لایف خود، واضح آشکار است. اگر ما بیایم شخصا بگم ملت پشتون، پس ما دشمن توده های پشتون میشیم. طفلی که امروز در بطن مادرش است و طفلی که امروز شیرخور است. ببینید ما تفکر خود داریم، بحث خود داریم. فرض کنم آقای سلطانی عضویت جبهه مقاومت را دارم. احمد مسعود جوان که امروز رهبر جبهه مقاومت ملی است، روزی بخیر که ما روزی بخیر ما به پیروزی برسیم و این سرزمین از چنگ این قاتلین، این جاهلین، این فاشیست و تروریست ها نجات بدیم. اگر باز هم به مثل امرالله صالح و عبدالله عبدالله و مچ مارشال فهیم و مچ این و اون و آن دیدگاه احمد مسعود عین شکل باشه که به ما افغان توپ بسازه، پرچم افغان ولی بالای ما بقبولانه، یک افغان بیاره باز هم بالای سر به ما برادر بزرگ بشماره، باز مش یگانه شخصی ما خواهم بودم که درباره احمد مسعود باز قرار نیست که بونی دوم اتفاق بیفته. بونی اول تجربه به همه مردم. بله بله، این دیدگاه ما است که ما گفتیم ما بمارزیم آزاد است، آزادانه عرف خدا دارم. اگر ما کسی هستیم در سوشال میدیا عکس هر عمل میگه عکس عمل داره. در مقابل اونو کسایی که امروز میان عکس قهرمان ملی تاجیک گفتن میشینن توهین تحقیر میکنن، ما اونا رو قسم سر اعصابشان راه میریم که هر کس هوادار خود داره، بر شیوه هوادار خود داره. ما بحثای اکادمیک هم داشتیم داره. من فروتن با مبارزه افتخار میکنم شخصا. قربان. چرا ما و شما هیچگاه به نمایندگی کس حرف نزدیم؟
شما هم اگر برنامه گرفتین، تعدادی از کسا آمدن الفاظ زشت و رکیک به بزرگایتان، به مردمتان، به قومتان زدن، عمل بلمس انجام دادین، او هم در ناگزیری. بنان شما رایتان حق است برادر، خوب کردین، خوب میکنین. اجازه است اندرابی را هموطن ما را، ما شخصا معلومات کافی نداشتم، زیر برنامه بود، احساس میکردم آیدی فکر نباشه، کام با آدرس ما تشنام نتا دام نباشه، دیر بالا آوردم دیگه، بابتی از این پوزش میطلبم، چرا ما از اینا از یک زادگاه هستیم دیگه، هرچه نباشه اندرابی هستیم. سلام علیکم جناب فروتن سیب، سلام به تمام برادرهایی که دلای بستن دیگه. ما از طرف بابا از بنوی اندراب هستم، از طرف بیبی از فراج پنچیر هستم، از دو طرف هستم. نگم نه کدام قومگرایی دارم، نه در پشت کدام قوم میرم. خوب است. بجز از گپ حق و دوم گپ هم بگفتن من ندارم. ما از دین شوق و ملایبا را شروع کردم و تا امروز در هیچ لایو نامدیم. با خودم از وطن ماجر هستم، در ایالات متحده امریکا زندگی میکنم و ایفای وظیفه میکنم. من میخواستم در چند موضوع اشاره کنم با تمام دوستان. وقتی که دو سال میشه که دولت سقوط کرده و 4 سال میشه که امی جمهوری به امارات تسلیم داده شد در قطر در مذاکرات، کل ما شکر عقل منطق داریم، کل ما با شعور هستیم. ما با چند گپ اشاره میکنم. آیا فکر نمیکنین که چند وقت بعد که رئیسای افغانستان، رئیسای صاحبای اصلی افغانستان که از رهبرای خود افغانستان ها نمیگم، که همین کشور هسته تصمیم بگیره و پس امارات بگیره در جمهوریت تسلیم کنه، و ما و شما چرا جوانان خود ناق از دست بتیم؟ مانند خیر محمد خیرخواه، مانند صدها جوان دیگه، طفلشان یتیم شد، خانمشان بیوه شد و یک نفر تا حالا پیدا نشد که بگه که فلانی امی درای وطن شوهر تو شهید شد، اینی کمک از طرف من. مثلا همین جوان که همین قماندان که بود همین امیری سوید شهید شد، کدام نفر هم برش کمک کرد؟ کدام نفر بی وطندار عزیز، مگر امریکایی ها خدا هن که هر تصمیمی که به خاطر منافع کشورشان باشه بگیرن، مردم ما سکوت بکنن و احترام بگذارن. درست است گرامی. در یک رواندی تحویل طالب داده شد. بله. مردم افغانستان اگر در دفاع از ناموسشان، عزتشان، شرفشان به شهادت رسیده، نامشان با خط درشت درج تاریخ معاصر افغانستان است. یعنی اقوام غیر از طالب والی که باور دارن و عقیده دارن، دیگرا کسایی هستند که از وطن و شرفشان به قیمت خونشان دفاع میکنن. درست است، کار اشتباهی نکردن، بهترین کار من میفهم. درست است، بهترین کار کردن، خداوند خیرشان بده، رویشان شاد باشه، جنت فردوس نصیبشان. و این گپ هم متوجه باشیم جناب فروتن صاحب که میگه هر کی نان داد فرمان داد. برباتی افغانستان جلسه بون شروع شد، وقتی که آلمان برباد شد در جنگ دوم جهانی، تمام آلمان سر تبدیل شد، امریکا برش کمک کرد، آلمان جور شد و 1.5 چند پیسه که در آلمان کمک شد، در افغانستان کمک شد. حتی ما یک سرک درست نداریم که 100 کیلومتر را بریم سرک درست باشه. و یک پدگر هم در این اشاره میکنه شما آه برادر همی کلی چی خود دبون نبود دو برادر آلمی امی ما درست است هموطن عزیز، درست است که همی بون دبون مشکلات بود. بله. اما بعد از بونم آدمایی که لنگوته زرد زدن گفتن پدر بزرگ ما مومند است، اینا هم کمتر از بون انجام ندادن برادر، یک واقعیت است. درست است فروتن صاحب. ما یعنی مقصد ما این بود، در اول گپای ما هم گفتم که 4 سال پیش حکومت افغانستان به امارات اسلامی در جلسه در معامله تسلیم شد. ما برای شما گفتم که آیا این را فکر نمیکنید که سبا روز پس همی امارات به جمهوریت تسلیم شوه طبق یک معامله؟ ما سوال ما این بود و 4 دانه دور از خوبایشان 4 دانه لچک او باشه که در تیک تاک هستن، از وقتی که تیک تاک برآمده قوم و قمگرایی شروع شده، انسانایی که بیکار می باشد، دور از شما بزرگان، دور از شما خوبا، بیکار می باشد، در تیک تاک می آید این قوم دو بزن، اون قوم دو بزن. دیگه من شخصا طرفدار از این گپ نیستم. سلامت ببینید در چقدر مشکلات آقای چقدر مشکلات در جای می رسن. سلامتیتون آرزو است، تشکر از نظرتون. سلام. آقای سلطانی می خواهی رو در رو با کامبیز کلام انتقاد دارم. بله. خوب است کامبیز هم است.
آقای طوفان زیاد ناقرار هستی بزرگوار، جای تا یک جای ثابت بگی با نوبت میتون براتون. سلطانی سب بفرمایید. درود بر آقای اندرابی که آمد، دیدیمش تصویرش رو، خوشحال شدیم. آقای کامبیز عزیز بیا که امشب رو داره صحبت بکنیم، همین معما حل شد. ما هم دنبال همین معما هستیم. من خب بارها گفتم و حالا بگم که خراسان و خراسان خواهیایی که پس از مقاومت زیاد شدید کار میکنن مربوط مقاومت ملی که در کوههای پنجشیر و اندراب و تخار. امین لایو نگذارین دوستا خراب شد. من یک برنامه دیگه ما را ریپورت زدم، ما تا به هنوز قادر نشدیم که امو برنامه که در مورد جابجایی ناقلین در شمال افغانستان تی تی پی را روی کانال یوتیوب قرار بدیم. این شب هم اگر به این منوال باشه خراب میشه. بفرمایید سلطانی صفر. خوشبختانه که همین گپ با بارا ما گفتیم چی در گروپ واسه سلطانی عزیز من اینجا نه نه یاد داشت چرا میکنه با صدا بده داد بده آقا این کل گپایت یاد داشت تو هر انتقادی که کردی اگه من یک شب قبول نکردم باز بگو انتقاد بجا رو من میپذیرم. پیشتر آقای سباون آمد گپ خود زد، من پیام خود برش دادم. دوستای دیگه که آمدن پیشتر سرشار صحبت کرد، ما بارا گفتیم که هر کس که کار میکنه مربوط خودش است. کسایی که به این آدرس یک روز فایق قدر پشانی ما بزنه، دیگر رو سرشار رو بزنه، دیگر رو سلطانی رو بزنه، دیگر رو فروتن رو بزنه، اینا رو در روی ما بزنه که فلان حرف میزنه، اینا نماینده مقاومت هستن، اینا تاجیک هستن. ما در برابر از اینا گپای خود داشتیم ولی نگفتیم فلانی و فلانی، گفتیم اینمی مردمی که چی پشتون است چی ازبک است چی هزار است، هر کسی که گپ قومی میزنه حتی مربوط افغانستان نمیشن، اینا افغانستان رو تخریب میکنن. بس ما کتالوب است. ما بارا گفتیم والا میگم عوام فریبی دیگه جواب نمیده. یک نفر به نام آقای لطیفی پدرام بود، پارلمان هم نفر داشت، یک تعداد حمایتش هم میکرد، شعار هم میداد که روزی که اگر نظام ما را قبول نکنه فلان دولت، ما بدخشان و تخار و قندوز خراسان تبدیل میکنم جلسه هم گرفت. رفت در بدخشان، آمد در تخار، بعد در آخرش در قندوز، بعد از او دیگر رفت پاکستان، هم تو گریخت تا امروز معلوم نیست چی میگه. ما میگیم گپای شعار توخالی وطن توا کرد، شعاری که آقای کرزی و اشرف غنی زد، این حال خوب تحقیق پذیرفت، طالب هم رو سر سینه ما سوار کرد. من میگم که آقای فایق اگر طرفدار مقاومت هست باید ثابت کنه که هست. مقاومت میگه که اینی گپا از ما نیست، صد بار یک هزار بار گفته، پشت پردم که ما به تماس هستم رد داده، به صراحت رد داده. دو سه خودت گفته که کسی که بیرق مانده از ما نیست. بله پس احمد مسعود به شما نبوده، همون گپایی را که ما زدیم بابتش ده و دشنام هم خوردیم تحقیق پذیرفت، گفتیم که اینی مردم با ما نیست. بعد از او آمدیم، ما اولین بار که با آقای فایق تچ کردم اون بالا 6 ده، هیچ وقت ما کاری نداشتم، فقط همه که گفتیم که ما فلانی هستم حرف میزنم، اجازه هم نداد گفت توهین کرد. ما میگم که آقای فایق در کجا ما آمدیم در برابرش استاد شدیم، گپ زدیم توهینش کردیم، خدای نخواسته ناموسش ناموس ماست، قومش قوم ماست، فلانه. اما مخالف دیدگاه و افکار و تفکر تو خالیش هستیم. و این گپای آقای فروتن شما را انتقاد کردن که ادامه گپ داده است اجازه بده ما چه دینه او آمد بیخ با ما تاخت و تاز کرد، با مقامت تاخت و تاز کرد، چیزایی را گفت، ما آمدم بازم او را استاز گفتیم. او آمد یه فرد داد خوب شد که امشب خود گفتی کسایی که این بیرق مانده از ما نیست، مقامتی هم نیست. درست است، خوب است، مامی خوب است که شما گفتین ای که ما با شما هستم نیستم، او را بالاخره تاریخ قضاوت میکنه و چیز دیگه است. میم گفتین مقاومت برنامه نداره، اگر برنامه مقاومت گپی که فایق میزنه باشه، من سالای سال در برابر مقاومت استاد میشم. گفتیم به حضور خود عمر صاحب جوانم، گفتم من تو را خوش ندارم، مسیری تا خوش دارم. وقتی که تلویزیون طلوع در حضور تو سوال میکنه که تو با طالب صلح میکنی، ما یک وقت شوک شدیم که چی جواب میدی. تو گفتی که ما خون پدر خودم میبخشم که به خاطر سرزمین بس است که جنگ است، اما آرمانایش نمیبخشم. آرمانش چی بود؟ گپ قومی نباشه، سمتی نباشه، زبانی نباشه، تصمیم ها رو پاکستانی ها نگیره، کلی مردم به این سرزمین باشه. استاد شدی، در آمدی در چارکار هم مذاکره کردی، پشت پرده هم مذاکرات زیاد شده که من قشن ندارم دیگه صحبت کنم. در مسکو هم ششتی، ملا برادرم بدم، ملا آقا، ملا یعقوب هم بدم، احمد مسعود هم بدم، یک کس دیگه هم بدم نام نمیگیرم. در ایرانی هم بالاخره شما را خواست، گپای کلان دیگه هم شد، ولی بازم تاکید کردی که افغانستان واید به سمت یک انتخابات، اونو آرمان هست، ما به خاطر از آرمان در کنار تو استاد هستیم. اما یک بخش دیگه که در میدیا این کارا رو میکنه، در قسمت از چی گپ داری؟ گفتم اگه شما نمیفهمی گپ ما چی است، آیا شعار ما با قلب و زبان ما چیز دیگه است؟ نه، ما این میگپ میخویم. اگه ما تانسته باشیم که با تنهایی حکومت بکنیم، اینا میتونستن. ما نتونستیم، دولت ما با چالش رفت، گپای دیگه شد، بالاخره بر دلایلی بود
امروز اینا باید بپذیرن. شما میگین که برنامه مقاومت گجاست. اگمی مقاومتگرایی که در کوههای پنجشیر، تخار، بدخشان، زنانش، حتی دخترها در قندهار استاد شدن که ما میریم دانشگاه، آیا اینا مقاومت نیست؟ آیا که در طول 18 ماه 460 نفر در پنجشیر و در بدخشان و میگم در خود پنجشیر 460 نفر، 470 نفر به شهادت رسیده، اندراب، کسای دیگه، یک تعداد کسایی که در مسیر را بالاخره بر فرار بر طالب به شهادت رسیده، اینا را هنوز آمارش مردم نداره. اینا مقاومت جفا نیست که شما میگید که برنامه مقاومت نداره، اما بله یک برنامه نداره، قومی، سمتی، زبانی، لسانی، گپ احساساتی نداره. میفهمه که اینمی بلوک شرق و غرب امروز به یک دلایلی به تفاهم طالب آوردن، دارن مدیریت میکنن، تلاش دارن که لاقل خواسته های بیرونی ها یک دفعه دیگه تحقق نپذیرن. اگر دولتی میان، نظام میان و تمام مردم افغانستان جایگاه خود پیدا کنن، در غیر صورت استاد میشیم با خون خود بالاخره مقاومت خود آبداری میکنیم. ای که شما میانی حرفا رو میزنین، پس ما با پشتونا حق بتیم، پس ما با کفرچمیایی که حق بتیم که حرفا رو میزنن. ما با سلطانی سپاس همی طوفان کوتاه، بعد آقای کامبز هم گپ بزنه، خدافیزی میکنیم. آقای طوفان بفرمایید. موضوع تلف سر نستوی نادری و سر چی بود دیگه؟ نه نه، در مورد نستو نیست، در مورد آقای محفوظ بود. کدام گپ داری بفرمایید. دون گپ نمیسته که کارتو که گپ میزنه نفر گپای شما را که گوش میین، وقتی ما که گپ میذاریم تق پایین مندازیم، تق پایین مندازیم. بابا برادر جنجال میشه. خب حالا تو یک تا اون میزنی اون طرف دا اون میزنی. نه مدام دایکو دایکو فروتان فروتان، وقتی که ما در لایف تو بالا شوم، ما ما کارپار چ کردیم، وقتی که در لایف بالا شدم ما داو نمیزنم. میمون داو زد، ما داو نزدیم. میمون تو داو زد و ما داو نزدیم. فهمیدی؟ هیچ وقت ما داو نمیزنم. خب داو نزنم، داو نمیزنم، امیدی؟ خب بابا از همون خاطر است که بالا میارم، تا اگر نه بسیار آدم هاست از زیر لایفم بالا نمیارم. چرا اونا داو میزنن؟ اکثر کسایی که داو میزنن اینجا میشه. من یک پنج دقیقه گپ میزنم خود سایکو. من راستی گپش باشه بای خود. من نخواه مالی میکنم، نه خواه مال هستم. بایرقیز دی نیت که تر دو نیت همی الفاظ را آقای توفان استفاده کنم. همی چند روز اکسای مسعود بسیار چی میشه برای مسعود زیاد توهین میکنه. امید فقیریست چند همه تو چند نفر دیگه بسیار توهین ها این اکسش ها در کموت اندام. محفوظ و پنشیری دلش درد کده، خوب کپا گوش کد، دلش درد کده و قهرمانشان هست، وطندارش هست، هر کس که باشه دلش درد میکنه. او میگه فروتان سکندر اینمی ها کل ما مردم توهین میکرد، مردم وغدایی شده، فهمیدی؟ اینمی ها اکسای مسود ها به هر کس که با عمر شد توهین میکنه. یک اکس که کدام رهبر اوغال تا اکس شد سایکو چی میگم؟ گوش بگی امید فقیری او روز ما در لایفش بالا شدم، ما کرشی کردم، مرا بلاکت، مرا پایین انداخت. ما گفتم سایکو تو مبارز هستی، وقت مبارزه میکنی نمیشه که تو عکس قهرمانه و نفر هرچی که بوده حالا که شما میگین او در وقت شامیدی کس پشوری دو جرات نداشت گپ بزنه. صحیح؟ حالا عکسای زوره در کموت مندازه، عکس دکتر نجیب هم میگیرن در کموت مندازن. صحیح که چی هست؟ محفوظ گفت در ترچشما بوده ترچشما از پیش خودشان احمق هست. ببین آقای طوفان، اونمونا خودشان احمق هست. اگر عکس انداختن شهکاری است. ما میتونم از عکس احمد شاه عبدالی چاپ بکنم تا عکس اشرف غنی احمدزه هم در کموت پرتم هم استادکی روش بشاشم. ولی شخصیت خود نفر رو نشان میده. سعی که او مرده، پشت مرده گپ زدن اول نمی کاری درست نیست. هر کسی که نمی کاری میکنه نفر شده است. امید سعی که امید فقیری از جمع شما است، تاجیک شما است، تاجیک شما است. ما تایید نمیکنم، هر کس میکنه کاری درست نیست. کدام پشتون سعی که کدام پشتون عکس مسعود در خانه پشتونا عکس مسعود بند است. این معلم شاید بند باشه در افغانستان. مردم افغانستان هنوز هم اینا میفهمن. خلیفه خودش گفت که برادرش گفت که احمد شما چند نفر که در میدیا هست گفت بده احمد شما مسعود برای احمد شما مسعود تسلیم است. این چند تا روسپی که برای احمد شما مسعود تامین میکنه و تسلیم کارا میکنه کار درست نمیکنه. خود اماشای مسعود دشمن نداره. همی چهار دانه احمق، چهار دانه لندغر که فهمیدی به مردم توهین میکنه از امو جبه، از امو چی مردم به پنشیر، مردم به پنشیر فهمیدی من لایف من او بدر کلش کارگر کلش نفر چی چرا دو بخوره امو فقیری هست چرا... امو قوم شبه. ناصری هست اونمو خودش از قوم محترم کوچی هست. حالا خب ما کی؟ چی بخوره میکنم کی؟ امو فقیری از قوم ناصری هست.
او بدر او از قوم تو از تاجک از نورو برشگاه من میفهمم شما نه اگر یک نفر دیگه سیکو اگر یک نفر دیگه یک پشتون ده ام یک در کموت پرتا امیدی امید فقیری رو گفتم اگر یک پشتون پرتا امیدی تو باید مزاحمت کنی تو میگیری پشتون نمندازه تو میگیری من دازی امیدی در چی پشتون خود خلاص نکو هر کس که هر چیز میکنه در این میدیا میمانه یک چیز براتون میگم خب هر کسی که این کار میکنه یک روز نه یک روز سر میخوره حتما اون عامر صاحبم طرفدار زیاد داره هر گروه طرفدار داره این فعلا که است افغانستان خو فروتن و استاد شوا که است در تیک تاک تزیه کرده سلامت آقای کی گپ تا گرفتم گپی اصولی است ما هم رد میکنیم این چندان کاری درستی نیست چی حتی طرفدارای ما مردم اگر می اکرام نستوی نادری نستوی نادری نستوی نادری که یک پودریست یک شرابیست ایت وقت شرابی ها نمیتونه که دفاع ما را کنه ما طرفدار حق هستیم و نستوی نادری از سکندر هیچ فرق نیست اونا به زور شراب به زور نشه گپ میزنن نر کی هست که دور تر میشینه به گپ بزنن با نظریات دترام میگذاریم تشکر کامیسی بفرمایید که خدافیزی میکنیم برین بنایتان به خدا فروتن عزیز ما بی گپ خود جمع بدی میکنم دوستای عزیز بخواهید ما را صدای ما را میشنوند ما که وقتی میگیم جبهه مقاومت است ما جبهه مقاومت هستیم چون واقعا دوستش داریم نمیتونیم خدا جدا باشیم ولی مفکوری ما فرق راه ما فرق میکنه راه جبهه مقاومت فرق میگیره دوست عزیز صحیح بشنوید جبهه مقاومت ملی مردم افغانستان است مشکل با نام افغانستان نداره آقای کامبیز برنامه ثبت میشه امی خوب نیست که اگر بیایم جزوار شما در مورد جبهه مقاومت حرف بزنین و بعد پسان ویدیو پخش شوه بعد تو بگیم الان خروتن صوتی شدم نه 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 من چی نمیگم سعی من چی میگم اون اجازه بدیم فرق میکنه رو از اون فرق میکنه ما نام افغانستان قبول نداریم میخوایم تغییر در نامه این نامش چرا خراسان تفاوت داره به خاطر اینکه ما فکر میکنیم اگر ما هم دوباره افغانستان یک دولت یک مقاومت شهروند محوری میگه شهروند محور محور باید باشه همه چیز مردم تصمیم بگیره خب همی هم خب گپی تره میزنه دیگه خب درست است ولی بازم نام اینمی کشور کس نام قومی است یعنی با وجود که خب شهروندی ما زمان همه چیز مردم باشه یک بخش مردم بلند میشه میگه بدر همی اوغان اوغان خسته شدیم اینمی وطندارای ما بلند میشه میگه یه از بابا کلانیم است همیالی که بدر ناقل هم میدوانند تیتپر هم میارن شمال میگن بدر افغانستان یعنی جای اوغان و یک برادر کوچی بالا میگه والا هر جای زمینی دولتی یعنی کوچی خب اینمی گفت ما باید نام قومی باید اوست شوه ما میگم میگم باید تقریبا یعنی میگم تفاوتای داریم ولی من یک چیز میگم که ما خودم شخصا با جای مقاومت هیچ مشکلی ندارم اما تعداد کشته هایی که بیشتر خداوند بهشون شاد داشته باشه رضا سلطانی گروه حالا نمیگم بیشترشون کیا بودن چی میشدن ما میشناختیمشون میشناسیمشون روشون شاد باشه ما مشک ریختیم مثل خانوادهش واقعا دوستشون داشتیم ولی افتخار کردیم عشق نریختیم که مظلوم بودیم افتخار کردیم که همچون جوانا و همچون قهرمانایی داریم که از زمین و آسمان حتی قریش دست دشمن است ولی در قله کو میبره میجنگه تا که جانش در راه دفاع از ناموس از زمینش از دست میده ای تو قهرمان ها کم پیدا میشه و پفوکی خود زیاد است اصل قهرمان ها اونا هستن رضا سلطانی گرامی شما مرا در فرانکفورت هم دیدید که در اون بیرق مقاومت در دستون بود یا نبود همونجا خوب بودیم همونجا پیلوان بودیم من از تو مشکل ندارم من میگم اون آقای فایق هم سرش مشکل ندارم من میگم مستر یک گپ مشکل دارم من میگم وقتی که آقای فایق آمد و صراحتن گفت که بخشی جبهه مقاومت ملی سه تقسیم است یک تقسیمش پیش امرالله خان است یک تقسیمش که پیش ما است اسیب قوای مرکز است همون تو گفت دیگه سندش است و یک تقسیم دیگه است که گفت کتی ریگستانی و فلان زد و بند داره جبهه مقاومت هم نیست احمد مسعود هم یک ولنگار است پیش می یک سوال خلق شد که وقتی که تو میای حرف میزنی دو روز بعد میای پس در گروه واتساپ میگی نه ما حامی مقاومت هستیم این ابون فریبی است خطت مشخص کو برنامه تا یا اساسنامه تا جور کو بگو آقا ما کاری به جبهه مقاومت نداریم تجب نمیکنیم حامی شب نیستیم ما گپ خود داریم فلان خود داریم او وقت اگر رضای سلطانی یا کس دیگه اومد اگر یک کوچکترین دنکجی را کرد دانش پاره کنین چند شب دیگه بود در یک گروه امو طرفا دیگه نمیخویم صحبت داشتیم همزمان یکی از اونا لایف امی آقا را نشان داد گفت کمی کی در تماس است میگم ما منابع مالی جبهه مقاومت ما تمویل میکنیم با وجودی که اصلا این گپ وجود نداره اینکه 100 دلار ما در یک نفر شهید روان میکنیم
200 دلار به یک شهید روان میکنیم یا 1000 روپیه جمع میکنیم دل ما به یک وطن دار ما میسوزه، ای جبه که 100 روپیه و 200 روپیه و 50 روپیه نمیشه. ای جبه تو خبر داری که نیمه حالی ماهانه 500 هزار دلار مصرف میشه خورد روز فلانی که مردم محبت میکنه خانهشون آباد تشکر از امریکا و اروپا چی یک کار میگیره چهار تا تاجر و چهار تا عالم وطن دوست او یک کپ کلان است. ما او را اجازه هم ندارم در حد ازم نیستیم که بیمید تشریح کنم، اما اینی گپ هاست که ما را سر دورایی قرار میده یا با ما یا با مسیر رای خود استاد شو. ما گپ ما ای است، ما خود نام بدون سر گپ شما گپ بدونیم. ما خودم گفتم که افغانستان نامش خراسان بده کسی مانع شده نمیتونه، اما اگر خراسان هم تبدیل میکنین افغانستان آزاد کنین برین آقا برنامه خود سر میز بانن بگین آقای احمد مسعود، آقای کرزی، آقای فلان، اینی یک گروپ کلان، یک احزاب سیاسی ایالات متحده خراسان، اینی 100 هزار نفر، 500 هزار نفر، 5 میلیون نفر با ماست، اینی سندش، اینی ثبوتش، اینی چیزا میخواد، دینی جا ما خون دادیم و جان دادیم هستیم. بازو وقت گپت خوب است، حالی که یک شرایطی بسیار حساس تو در بین همه بزرگای پنشیر و تخار و بدخشان یک عالم گپ است، تو در بین تاجیکام یک عالم گپ، اگر جور بکنی دشمنم بیای صف شما کم بسازی با خدا قسم دیگه گپات دشمن ما خواسته نخواسته در صف دشمن سپاس سلطانی صاحب. آقای کامبیز جنب حرفات جنبندی کو که خدافیزی میکنم. به هر صورت ما اساسنامه خودم داریم، دیگه خودم داریم، کل چیز خود داریم، حتی وزارت ما بیرق دارن، پرچم دارن، درفش دارن که ببینیم ما بخش استخبارات داریم، نظامی داریم، به ما سر جای. آقای رضا سلطانی شما رایتون بریم ما رای ما رو بریم، ما مشکل با شما نداریم، تمام شد. ما نباید مصروف همدیگر شیم. ما نباید آقای کامبیز پایین از فایق تا آخرین فردتان مردمک چشم ماست. یک سوال، یک سوال. شخص فایق آدمی درستی نیست که من زنده باشم در برابر از یک سوال، یک سوال. ولی یک سوال بگیم. ما چون مجبور اجازه بسر داریم. ما اینجا مجبور هستیم باید که فایق همه خیلی اکران سرم و خیلی نیست. یک سوال، برادر یک خمینی دیگه خدا جور کرده روز یک تا وزیر در نظام سایه شفت حکومت سایه. یک سوال، یک سوال. که بر اسمیت شناختن حکومت سایه فایقه. من بگم یک سوال، یک سوال. منتظر باشین بخیر میبینید. یک سوال، سفارتخانه در کجا کجا است؟ در کجا است؟ چیکار میکنید؟ منتظر باشین. نشه که درخواست کنیم برای اجازه سفیر بگیم بیاد از نه. والله یک طرف مورا وزیر اطلاعات و فرهنگ تعیین میکرد، ما گفتم حالا این مکتوب مانع شو که سب و روز بیادر کل مردم به این نام یادت میکنه. یک سوال دارم، یک سوال، یک سوال امیر جواب بدی. اجازه دهید چک کنم سلطانی، سلطانی بله چک کنم باز دوباره. یک بار سعی کنم که اسایی نام کشور هم تغییر بخواد دولت هم داشته، سعی کنم که رضا سلطانی که تم کوچ سال وارد کش کتک دوست شاید کامات پشت وزارت خارجه خوب مرسا باید نموردیم. اگر نموردیم بیادر خیال پلاوی یکی از چیروهای ایالات متحده خراسان آقای کامبیز اینی تو خیال پلاوی می پاهم باید یک رابطی شد ولی منتظر باشه آقای کامبیز عزیز آقای سلطانی خدافیزیز یک گپ آخر همی قطع آقای عبدالعلی فایق در بحث با رزاق مامون میگه میگه که اگر مقاومت خدای نخواسته برطرف شد و برنامه نداشت و سرنگون شود ما حاضر آمده هستیم. خب این میگه چقدر منطق داره؟ یعنی من خود برو در تنهایی فکر کو بگه این میگه چقدر منطق داره؟ این مقاومت اینقدر دست کم و خرد و کوچک بده که یک شود با چه کنم دیگه همون گره خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم. خدا حافظ.